در اوج ناامنی و جنگ دست کابل به دامان جهانیان. افغانستان خواستار برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل است. 8 کشته و بیش از 20 زخمی در حمله دیشب کابل. طالبان مسئولیت گرفتند. 4 نفرش هم دیدم که دولی داخل شد، یک تا موتر اوجا انفجار دادن. ادامه نبردها در قلب شهر لشکرگاه. آمار کشته ها و زخمی های غیر نظامیان از 100 بالاست. لشکرگاه شهر امنیتی وضعیت ډیر سخت خراب دی. و گام بزرگ اروپاییان در کار مبارزه با کرونا. بیش از نیم از جمعیت واکسین دریافت کردند. سلام و وقت بخیر، من بهرام امان هستم. در حمله دیشب در کابل کم از کم 8 تن جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. هدف حمله خانه بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی بود که طالبان مسئولیت آن را به دوش گرفتند. پلیس شمار مهاجمان را 5 تن گفته است. بیشتر قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. فرشاد داریوش گزارش می‌دهد. شیرپور، منطقه بین شهر نو و وزیر محمد اکبر خان، جایی که در آن بیشتر مقام های دولتی از جمله سرپرست وزارت دفاع ملی بوده باش می کند. باشندگان این محل شب گذشته گواه حمله موتر بم گذاری شده و درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح بودند. مهاجمان نزدیک به 4 ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند و سرانجام هم از پا در آمدند. اینجا میزان شدت و ویرانی را که این حمله بر جا گذاشته با آسانی میتوان دید. چندین خانه مسکونی و موتر در دور بر این حمله زیان دیده است. اوسی فزان پوینوشی او درز غاګه ما وردن اوسی ولس ملټه دی گاډی کې بیوش پراتو او ولس ملټه نو سای ملګری مې را سره ډیر زخمی او زخم الله پاک ساتلم زخم. این نشانی ها پس از حمله دیشب به جا مانده است. نشانی های بجامانده از خون و گلوله در این خانه حکایت کننده درگیری سخت میان مهاجمان و نیروهای امنیتی است. این خانه در جریان درگیری کاملا سوخته است. حرارتی که از آتش گرفتن خانه تولید شده حالا هم میتوانم احساسش کنم. مهاجمان مسلح پس از انفجار دادن موتر مملو از مواد انفجاری در درب این کوچه خود به اینجا به خانه سید عظیم محسنی نماینده مردم بغلان در مجلس نمایندگان میرسانند و با رسیدن در این اتاق که در همسایگیش خانه سرپرست وزارت دفاع ملی بسم الله محمدی قرار داره میخواهند از اینجا بالای خانه از او انداخت کنند. لحظه های بعد از انفجار سرپرست وزارت دفاع ملی پیامی از سلامتی خودش فرستاد. طی این حادثه به لطف پروردگار به من و اعضای خانواده هم آسیبی نرسیده است، ولی متاسفانه چند تن از محافظین من جراحت برداشتند. نه تنها به خانه آقای محسنی بلکه به خانه های دور بر رویداد هم زیان های هنگفت مالی رسیده است. گلداد نگهبان یکی از عضوهای مجلس نمایندگان است. او که پسر کاکایش در حمله شب گذشته جان باخته ادعا می کند یکی از مهاجمان را پس از شناسایی به گلوله بسته است. مهاجم آمد دو اولی پیشتیسر دو اولی آمد دیگه او اولی را که در داد میخواست که در دیوار ما برای میخواست در دیوار ما برای باز زده میشفته. درست. چند نفر بود مهاجم خودتان دیدین؟ 4 نفرش هم دیدم که دولی داخل شد. یک تا موتر اوجا انفجار دادن، دو تا دیگه دو بغل بود و یک تا کلکنی دیگه دو طرف سرک. وزارت امور داخله میگوید که در این حمله 8 تن که بیشترشان غیر نظامی اند جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. پلیس شمار مهاجمان را 5 تن میگوید. متاسفانه به تعداد 8 نفر شهید و بیش از 20 نفر زخمی داریم. اکثریت مطلق شهدا و زخمی ها افراد ملکی هستند. مهاجمین تعدادشان در حدود 5 تن بود که در ظرف 5 ساعت از طرف قطعات خاص پلیس از پا در آورده شدند. در همین حال شماری از عضوهای مجلس نمایندگان حمله بر این بخش پایتخت را ضعف نهادهای کشفی و استخباراتی کشور می خوانند.
متاسفانه که نهادهای کشفی و استخباراتی کشور اونا در یک خواب عمیق زمستانی فرو رفته، اونا دستاورد نداشتند در طی دو دهه. همیشه دشمن آمده بسیار راحت تمام برنامه و پلانهایی که داشتند اونا را بسیار براحتی انجام دادن. گروه طالبان در توییت مسئولیت حمله شب گذشته را بر دوش گرفتند و میگویند که هدفشان کشتن بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی بوده است. معاون نخست ریاست جمهوری هم در پست گفته که مسئولیت گرفتن انفجار و وحشت توسط طالبان نباید سرخط باشد و یا مایه تعجب. این لشکر جهل و فتنه برای همین ساخته شده است. حالا سوال اینجاست که چطور مهاجمان توانستن از ایستگاه بازرسی بگذرن و خود به این محله سبز پایتخت برسانن. فرشاد داریوش، تلویزیون یک، کابل. آقای عزیز معارج، آقای سیاسی با ما وصل هستند تا در همین پیوند بیشتر بحث بکنیم. آقای معارج، حمله دیشب طالبان پیام چی داره؟ آیا نیت طالبان برای صلح را زیر سوال نمیبره؟ من از تاس و تاس تخنیکی هم کاران تا قرمان لگون که سلامون و احترامات رنده کنم. دای اوه حمله نده سی مثلا لوارپوری چارواک من ده خوزن ده وزیر دفاع با کوری آقا تا کور تا سلمان نزده من ده کیگی. با طول هواد که و خاص جگر روانم ده و دیر سره غمی زروانه ده پا طول ولایتو که تاس گوره چه دیر اولو سواله و دیر خلق با تلفات ورکی برکیگی. لما اینزی سی دای اوه لوی پروژه ده و لوی برنامه را سلوسوی ده لبهر لخوانه پی پروگرام ده. دی من ده چارواکی دی منگم خبر دی گاوندی هوادونم خبر دی خصوصا پاکستان سی دغه مسئله دوی خپل په لاس باندې مرکه توري اوس منګه باندې نگرانی ونه کوم چې ما سره دی وزیر دفاع په کور باندې داسې ناوړه پیښه وسوه. خب البته آقای مورج، جایی که سوال ایجاد میکنم این است که پس از توافقنامه دوها این دومین حمله است که در شهر کابل به این بزرگی صورت میگیره. همین خودش جای پرسش است که چطور طالب پس از اینکه با آمریکا توافق امضا کرد و گفت که در داخل شهرها حمله نمیکنه، چرا باید چنین رویداد رخ بده؟ طالبان و آمریکا چه اول دا تړون کړه، دا تړون کوم خاص ارزښ نه لري ځکه د قوت او زور برابر نه ده. طالبان یو دولت نه دی، هغه یو ډله ده، گروه ده. نو د ډلې او د امریکا د منځ کې توپیر موجود ده، ځکه که هغه تړون دی منشور د ملل متحد د 1949 بخښنه غواړم 1980 تړون په بنیاد باندې چې انډول برابر دی هغه خپل ځا کې باطل دی. بیا امریکا هم نقص کړی ده. امریکا هم ویلي وه چې زه په مې میاشت کې وځم، بیا ونه وتله. مثلا دوی ته ژمنې کړې وې چې تاسو به ټول سبا سم نه دي ویستلي. همداسې طالبانو څو پلا داسې کارونه کړي دي، مثلا خلاف د تړون د امریکا دوی برخودونه کړي دي. ویلي وه چې مثلا موږ میز مذاکرې ته وروسته د بندیانو د ویستلو دې نه موږ کینو، دوی په خاص ډول باندې کینه راستله. یا مثلا دا اوس نه تنه په کابل ښار باندې حمله کې په هلمند په ښار باندې دوی حمله کړې ده، مخکې په بادغیس په ښار باندې حمله کړې وه، او داسې د قندار په ښار باندې او د هلمند دې جوې کې دوی حمله کوي. نو هغه ته څوک اطمینان نه کوي. اصل خبره دا ده چې لوی پروګرام را روان ده، پروژه را روانه ده، په هغه باندې ټول خبر دي. مثلا که څوک دغه پروژې ممانعت کوي، دغه په کور باندې هغه باندې یو حمله کیسه او تهدید جوړ کړي. خب البته شما امریکا را متهم ساختین که نقص کرده توافقنامه دوحه را، ولی با همین حمله که دیشب طالبان انجام دادن فکر نمیکنین که نیت طالبان زیر سوال میره؟ اصلا شما به نیت طالبان شک کردین یا نه؟ نه، نیت خود یو نسته، نیت ټول خو نسته، ځکه دغه فرصتونه د سولې واقعا موږ لاس ورکو. هر یو قدرت طلبی ده او د پروژه د بهرنیانو ده، راضی به دا به عملي کیږي. ما وخت عرض وکړ دغه اوسني حالات که چې هر څوک دغه پروژه مخه نیسي، یا کوم حرکت کوي، که وزیر دفاع، که وزیر داخلی، یا که بل څوک، هغه ته یو وجدار ورکوي او تهدید ورکوي ادارې یې چې مثلا ممانعت به نه کوي. پروګرام را روان ده له بهر نه، په ملت باندې، په دولت باندې، په ټولو باندې دا فشار راوړل کیږي، قوت ورکول کیږي طالبانو ته، تر هغه پورې چې وکړای سي په دې مذاکرې په میز کې دوی هم یو واک او سانګ واخلي، او همداسې په ملت او په دولت فشار راوړل کیږي تر هغه دوی غاړه کیږي سولې ته. هغه پروګرام سولې نه، البته هغه پروګرام چې غرب راوړی ده، تاسو ګورئ دولت په دې خبر ده. ولسمشر هم پاڅون اعلانوي. آیا کدای چې رښتیا پاڅون ته ژمن یي، خو هغه کله چې ولسوالۍ نیول کېدلې په هغه وخت کې تاسو ولې اقدام نه کوه؟ اوس یې کراکرات له طالبانو پلان جوړ شو تازه کار کوئ. اگر در یک جمله بگوین که آیا امید برای آغاز مذاکرات صلح و پیشبرد روند صلح میبینین پس از این یا نه؟ دا بالکل کدای چې مخکې له سپتمبر یو دوه ناستې په دوحه کې وسي، داسې انګېرنه شته، له بهر نه داسې ښکارېږي. منتها هغه پروګرام چې زمینه مساعدېږي هغه موقت حکومت ته
موقت حکومت د پاره بده کینی وزان به مازی او دغه بسار وروم د مغل پاره. آقای عزیز مورج، آقای مسائل سیاسی، تشکر از شما. زلمه خلیلزاد گفته که برای دست یافتن به یک توافق سیاسی در افغانستان نیاز به روی کار آمدن یک حکومت جدید است. آقای خلیلزاد تاکید دارد تا زمان رسیدن به یک توافق فراگیر سیاسی آمریکا در کنار دولت افغانستان میستد، اما دولت باید بداند که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان تاکید دارد که اگر طالبان در پی دست یافتن به قدرت از راه نظامی باشد، با انزوای جهانی روبرو خواهد شد. در آستانه بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان، امریکا بار دیگر بر تشکیل حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان تاکید دارد. زلمه خلیلزاد که پرونده جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان را در توافق با طالبان بسته کرد، بار دیگر بر حل جنگ افغانستان از راه گفتگو تاکید دارد. خلیلزاد میگوید تا زمان دست یافتن به یک توافق فراگیر سیاسی، امریکا در کنار دولت افغانستان باقی میماند. برای دست یافتن به یک توافق نیاز به ایجاد یک حکومت جدید است. حکومتی که از طریق گفتگو به دست آمده باشد، پشتیبانی گسترده مردم افغانستان را به همراه داشته باشد و همچنان از سوی جامعه جهانی مورد تایید قرار گیرد تا کمک های آن را به دست آورد. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که جنگ جاری در افغانستان برای توازن قدرت است و طالبان حالا خواهان بزرگترین سهم در آینده سیاسی افغانستان است. با گفته خلیلزاد، اگر طالبان تلاش کنند از راه نظامی قدرت را در دست گیرند، منزوی خواهند شد. با توجه به وضعیت نظامی آنان در حال حاضر خواستار بزرگترین سهم قدرت در حکومت آینده در افغانستانند. وضعیت بسیار نگران کننده است. طالبان در هفته های اخیر با پیشرفت هایی که داشتند جسورتر شده و از نظر ذهنی خود را برای رسیدن به هدف نزدیک میبینند. آقای خلیلزاد در پاسخ به این پرسش که آیا بالای طالبان اعتماد دارد، میگوید هنوز زود است که در این مورد قضاوت کند. و تاکید دارد که امریکا اشتباه را که پس از خروج شوروی از افغانستان انجام داد تکرار نخواهد کرد و با پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دولت افغانستان ادامه خواهد داد. از سوی وزیر خارجه امریکا در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور غنی هم بر یک تفاهم سیاسی فراگیر که در آن مردم حق انتخاب رهبرشان را داشته باشند تاکید کرده است. وزارت خارجه امریکا گفته که دو طرف حمله های طالبان را که در آن کمترین توجه به زندگی غیر نظامیان نمی شود محکوم کرده است. با افزایش خشونت‌ها در کشور، وزارت خارجه خواهان برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. در حال حاضر هند ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. رسانه‌های هندی هم گزارش داده که هند این درخواست افغانستان را پذیرفته و جیشانکر وزیر خارجه این کشور تا کمتر از سه هفته دیگر به نیویورک سفر خواهد کرد. شورای امنیت هم با نشر اعلامیه‌ای از سطح بالای خشونت‌ها و نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده و خواهان کاهش فوری خشونت‌ها شده است. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که طالبان غیر نظامیان را در ولسوالی‌های مالستان غزنی و اسپین بولدک قندهار به اتهام ارتباط با دولت اعدام کرده است، اما طالبان در این مورد چیزی نمی‌گوید. عبدالواحد حیدری گزارش می‌دهد. در روزهای پسین که جنگ در حومه‌های بزرگ شهرهای کشور به ویژه هرات و هلمند افزایش یافته است، حکومت افغانستان طالبان و گروه‌های تروریستی خارجی را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده و خواهان تشکیل نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شده است. در حال حاضر هند ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد. رسانه‌های هندی گزارش داده که هند این درخواست افغانستان را پذیرفته و قرار است جیشانکر وزیر خارجه این کشور به تاریخ 18 اگست به نیویورک سفر نماید. روزنامه هندوستان تایمز نوشته که مسئله افغانستان، امنیت دریایی و مبارزه با هراس افغانی محور اصلی سفر وزیر خارجه هند به آمریکا خواهد بود. از دید آگاهان برگزاری این نشست برای مسئله جنگ و صلح افغانستان حیاتی است. ملل متحد و بخصوص شورای امنیت ملل متحد که ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین، انگلیس و فرانسه اعضایش هستند، اعضای دائمی هستند و تقریبا سیاست های دنیا را رقم میزنند و در قضای افغانستان هم تمام از اینا به طور مستقیم و غیر مستقیم دخیل هستند، تصمیمشان میتونه برای آوردن صلح در افغانستان مؤثر باشه، حتی میتونه فرمولای جدیدی را برای صلح و ثبات در افغانستان مطرح بکنه.
قرارداد 377 ایوی شورای امنیت ملل متحد خیلی با وضاحت حکم میکند که وقتی ناامنی در کشور به اوج میرسد و نگرانی ها و تهدیدات تروریسم جهانی بیشتر میشود، این شورا نشست فوق العاده را طلب میکند که افغانستان این شرایط را پوره کند و فوق العاده در چنین وضعیت قرار دارد. با این نشست میتوان گفت که وضعیت اینجا 180 دیگری میتوان تغییر کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر یک اعلامیه در مورد سطح بالای خشونت‌ها و نقص حقوق بشر ابراز نگرانی کرده و خواهان کاهش فوری خشونت‌ها شده است. این شورا همچنان هدف قرار دادن غیر نظامیان را تقبیح کرده و گفته از استقرار مجدد امارت اسلامی حمایت نمی‌کند. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که طالبان غیر نظامیان را در ولسوالی‌های مالستان غزنی و اسمین بلدگ قندهار به اتهام ارتباط با دولت اعدام کرده است. بر بنیاد یک اعلامیه این سازمان، طالبان پس از تصرف یک منطقه اعلام میکنند افرادی که در گذشته شامل ارتش و پلیس بودند باید برای گرفتن سند مسئولیت نزد طالبان ثبت نام کنند. اما طالبان برخی این افراد را بازداشت کرده و بدون محاکمه اعدام کردند. این سازمان حقوق بشری گفته که طالبان 44 مرد را در اسپین بلدک قندهار به این روش کشتند. اعدام بدون محاکمه کسی که در بازداشت به سر می‌برد، چه نظامی باشد یا غیر نظامی، نقض جدی کنوانسیون جنوا بوده و یک جنایت جنگی است. فرماندهان طالبان نیز با نظارت بر چنین جنایت‌ها مسئول ارتکاب جرم‌های جنگی هستند. طالبان در این مورد چیزی نگفته است. پیش از این سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در کابل نیز از کشته شدن بیش از 40 غیر نظامی توسط طالبان در ولسوالی مالستان ولایت غزنی خبر داده و گفته بودند اگر این خبر درست باشد کشته شدن این افراد جنایت جنگی پنداشته می‌شود. با افزایش خشونت و تمایل نداشتن طالبان به صلح، گمان زنی‌ها در مورد انزوای طالبان روز به روز بیشتر می شود. وزارت خارجه آمریکا هم می گوید اگر طالبان تلاش کنند از راه نظامی قدرت را در دست گیرند، با انزوای جهانی روبرو خواهند شد. شمار از آگاهان سیاسی هم تاکید دارند که مردم مانند گذشته زیر بار طالبان نخواهد رفت. به نظر می رسد بی‌میلی طالبان به روند صلح و کوبیدن بر تبل جنگ امیدواری ها به آینده صلح را بیش از هر زمان دیگر تاریک تر کرده است. از 3 ماه به این سو که روند بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شده، جنگ به گونه بی پیشینه شدت گرفته است. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید دارد که اگر طالبان تلاش کنند از راه نظامی قدرت در افغانستان را در دست گیرند، این گروه به انزوا خواهد رفت. اگر طالبان تلاش کنند با آنچه گفته عمل نکنند، در سطح بین المللی یک گروه منزوی خواهد بود. تلاش طالبان برای تسخیر ولایت‌های کشور در این روزها چشم انداز صلح را نسبت به هر زمان دیگر تاریک تر کرده است. با آنکه نمایندگان حکومت و طالبان همچنان برای گفتگو در دوحه است، اما دامنه جنگ در نزدیکی های پایتخت رسیده است. یعنی موجودیت رشد طالبان در افغانستان دلایلش است که ما یک ساختار بسیار ضعیف داشتیم، یک ساختار پر از فساد داشتیم. متاسفانه امروز طالبان برنامه هایش در این نقطه دنیا چون این مدل را که مطرح میکنند اصلا وجود نداره. بنان یک ساختاری که دارای یک برنامه مشخص ملی و بین‌المللی نیست، ولی اما برخی ها دلیل بن‌بست در میز گفتگوهای صلح و شدت جنگ در کشور را تنها کار یک طرف جنگ جاری نمی‌داند. بیش از یک سال از توافق آمریکا و طالبان و نزدیک به یک سال از آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت و طالبان در دوحه می‌گذرد، اما ظاهراً هیچ پیشرفت قابل لمس در گفتگوهای صلح به میان نیامده است. اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه، چین و کشورهای همسایه و منطقه بارها تاکید کردند که از امارت اسلامی در افغانستان پشتیبانی نمی کنند. از حضور طالبان در شهر لشکرگاه و نبردهای سنگین در مرکز هلمند 7 روز می‌گذرد. 7 روز است که شعله نبرد در شهر لشکرگاه هلمند شدیداً شعله‌ور است. اعضای مجلس نمایندگان و رئیس شورای ولایتی هلمند می‌گوید درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان بر ساختمان فرماندهی پلیس لشکرگاه ادامه دارد. رئیس شورای ولایتی هلمند وضعیت مردم را نگران کننده می‌داند و از طالبان می‌خواهد از خانه‌های مردم همچون سنگر استفاده نکنند و مردم را به گروگان گیرد. گیتی رحیمی جزئیات می‌دهد.
شلیک گلوله ها در هلمند بیشتر شده و شعله نبرد شدیدتر. جنگ در شهر لشکرگاه وارد هفتمین روز شد. حالا دامنه این نبرد ها تا بیخ گوش و ساختمان فرماندهی پلیس این شهر رسیده. لشکرگاه شهر امنیتی وضعیت ډیر سخت خراب دی. نن پر امنی قومندانی ولایت مقام او لشکرگاه شهر په ځینو نورو سیمو کې چاول او ځینو مربوط کې ډیر شدید جګړه روانه. مرکزی حکومت په کل کې نظامی لوړ پوړي مسولین ټول د هلمند خلکو سره جفا کوي. هرچند وزارت دفاع ملی میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی از هوا و زمین برای سرکوب طالبان میرسمند و عملیات های هوایی و زمینی را راه اندازی کردند و شب گذشته هم در نتیجه حمله هوایی بر گردهمایی طالبان در شهر لشکرگاه 45 طالب را کشتند. 274 طالب تنها در 12 ولایت در 24 ساعت گذشته کشته شدند و ده‌ها تن دیگرشان زخم برداشتند. با گذشت هر روز میزان تلفات طالب و افزایش پیدا میکنه و نیروهای ما در حالت بهتر و در حالت پیشروی قرار دارند. اما هنوز هم جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان شدیداً ادامه دارد و زیان آن را غیر نظامیان هم میپردازند. بر اساس آمارهای ریاست صحت عامه هلمند در 24 ساعت گذشته بیش از 100 زخمی به شمول 88 مرد، 5 زن و 8 کودک و 7 جسد به بیمارستان امرجنسی این ولایت انتقال یافته است. رئیس شورای ولایتی این ولایت وضعیت هلمندیان را رقتبار می‌داند و خواستار توجه جدی حکومت مرکزی است. او دلیل شدت گرفتن نبردها را در هلمند فساد اداری مقام های محلی در این ولایت عنوان می کند. پدی توده گرمی که پدی گرم هوا که ماشومان ویشته سوی دی شیدان سوی دی پر اماغ گرم دنبر بندی پل مخی پراته دی طول دنیا سیل که نو وضعیت ده هم خلقو دیر خراب دی. برخی از فعالان جامعه مدنی در هلمند نگرانند که طالبان خانه های مردم را سنگر نبرد ساختند. یو بشری ناورین د لشکرګاه ښار کې رامنځته سوی دی. زموږ پر نړیوالې ټولنې او مرکزی ادارې باندې دا غږ دی چې ژر تر ژره دا جګړه کنټرول کی او د پای ټکی ورته کښیږدي او پر طالب باندې مو غږ دی چې د شخصي کورونو څخه د سنګرونو او مورچل په حیث باندې استفاده ونه کړي. با این همه تنها هلمند نیست که در آتش نبرد می سوزد. بیش از 10 ولایت کندهار، زابل، غزنی، اروزگان، هرات، جوزجان، شبرغان، فاریاب، بدخشان و تخار هم گواه نبردهای شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان است. حمله بر خانه بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع با واکنش های روبرو شده است. ارگ و سپیدار هدف این حمله را خاموش ساختن صدای الله اکبر شهروندان می دانند و می گویند گروه طالبان در پی خلق فاجعه بودند که به هدفشان نرسیدند. واکنش ها در برابر حمله بر خانه بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع. ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه ملی و شماری از مقام های دولتی و بزرگان سیاسی حمله گروه طالبان بر خانه بسم الله محمدی را نکوهش کرده و میگویند این حمله به هدف خاموش ساختن ندای الله اکبر شهروندان پایتخت انجام شده است. شماری از شهروندان هم با نکوهش رویداد مرگبار دیشب میگویند این حمله نشان دهنده شکست طالبان بوده، به ویژه در میدانهای نبرد در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی. شکست طالبان از هر لحاظ متصور است، از لحاظ فکری متصور است، چون طالبان را مردم نمیخواهد، نه در ولسوالی میخواهد و نه در شهر میخواهد و نه در جاهای دیگه متاسفانه. اما حمله ها اساساً و ذاتاً مبنای شکست و مبنای فرار از یک وضعیت انسانی داره که این هیچ گونه توجیه انسانی، شرعی و اسلامی نداره. طالبا در هر عرصه شکست خورده، فقط تنها چیزی که وجود داره همی جنگ روانی بسیار شدید را راه انداخته در بین مردم و همی تمام حملات از یام که از در بین مردم، در شهرها، در قرا و قصبات فقط میخواه یک وحشت در بین مردم ایجاد بکنه. این صدای الله اکبر هم به هدف پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی دیشب بر فراز پایتخت تنین انداز بود. هزاران تن از پایتخت نشینان ساعت 9 شب گذشته در جاده ها و بر بام خانه هایشان برآمده و ندای الله اکبر را به هدف پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور سر دادند. تکبیر!
برخی از مقام های حکومتی به شمول امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری و چهره های سیاسی هم با این فراخوان مردمی همراه شدند. همزمان با این در برخی از ولایت های دیگر به شمول خوست مردم با ندای الله اکبر حمایتشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی اعلام کردند. پیش از این باشندگان هرات در یک اقدام مشابه با ندای الله اکبر پشتیبانیشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر طالبان اعلام کردند. آقای عبدالقادر قانت رئیس شورای علمای کابل با ما وصل هستند. آقای قانت، از دید اسلام، از دید دین چطور دیده میشه نعره الله اکبر مردم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و تمامیان. به هر حال شعار نعره تکبیر الله اکبر یکی از شعارهای مسلمان است که در وقت معرکه یا جنگ با کفار اشعار سر میدن. دیگر نعره الله اکبر گفتن اشعار مسلمان است، کلمه مقدس است. مسلمان ها علال خصوص در وقتی که با کفار در رحیم جهاد مواجه میشدن و می شعار نعره تکبیر الله اکبر اشعار سر میدادن. در این اواخر که در شهر هرات و شب گذشته هم در شهر کابل شعار تکبیر سر داده شد از طرف مردم افغانستان و این دو پیام داره. یک پیامش است که ملت میگه که ما مسلمان هستیم و دست از کشتار مسلمان ها برداریم. دوی ملتش است که در این شعار به خاطر سر داده شد که در 24 حوتی در هرات در وقتی اومد کمونیستا مردم هرات به خاطر قیام علیه در دولت وقت اشعار سر دادن و مو انزجار و نفرت خود از دولت وقت اعلام کردن و می اشعار تکبیر الله اکبر گفتن. یک بار دیگه هم که نتیجه های گفتگوی سر در افغانستان به نتیجه شد، یعنی تقریبا مذاکرات بین الافغانی به نتیجه به پایان یافت، جنگ ها تشدید پیدا کرد، خشونت زیاد شد، حتی گروه طالبا و ولسوالی ها و بعضی شهرهای بزرگ محاصره کردند. تشکر. ملت واقعا که در حالات وحشت و دهشت است. ملت یک بار دیگه صدا بلند کردند که ما جنگ نمی خواهیم، ما صلح می خواهیم. و دیگه پیام ملتی بود که دیگه دست از کشتار مسلمان ها برداریم که ما هممون کلمه گوی لا اله الا الله محمد رسول الله هستیم و هممون ما مسلمان هستیم. این ملت شعار خود به تکبیر الله اکبر بلند کرد. تشکر. و به دو گروه درگیر پیام داد که ما مسلمان هستیم و از کشتار مسلمان را دست بردارد. آقای عبدالقادر قانت رئیس شورای علمای کابل، تشکر از شما و دوستا. به دلیل کمبود وقت نمیتونیم خبرهای ورزشی و از جهان را تقدیمتان بکنیم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.